بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. باز هم دوشنبه و طبق معمول با دوستان هستیم از کانون آوا و سازمانها و بنیادهای مختلفی که اینها جوانی خودشون رو، امید و آرزوی خودشون رو در سازمان مجاهدین سالها طی کردن و وقتی که متوجه شدن این سازمان یک فرقه هست و رهبرش هم یک آدم خودخواه و کاری به اصطلاح مساله دنیا و مساله ایرانی ها و آزادی کشور ایران نداره، اینها جدا شدن. جدا شدن همانو سازمان مجاهدین تهدید و توهین و چی بگم تنبیه و اینها رو ادامه داد، ولی امروز این دوستان مقاوم وایسادن و میگن که ما حاضر نیستیم دیگران این فریب حرف ها رو بخورن و خاطرات خودمون رو با اونها در میون میذاریم. امروز با آقای علی آجری هستیم، عضو جدا شده که در آلبانی هستن. بهشون سلام میکنم و امیدوارم که زندگی جدید، این آزادی حقیقی رو با تمام وجود بتونن ازش استفاده کنن. آقا خیلی خوش آمدید، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر دنیا. بفرمایید ببینیم که اوضاع و احوال چیست تا بریم سراغ سوالات و اون چیزی که در پوستر برنامه هم مطرح شده بود. با سلام خدمت شما آقای سوپی و تمام بینندگان مردم تیوی در سراسر جان، من حدود یک سال نیمه که از این فرقه جدا شدم و طبعا یه زندگی آزادی رو به خودم انتخاب کردم و با سلام به روح علی اکبر کلاته که چندی پیش در فرقه رجوی همونطور که تو خبرها اومده بود خودکشی کرد، که این اولین و آخرین نفر نیست، چندین مورد قبلا هم بوده. بفرمایید هر سالی دارید من پاسخگوی سوالی شما هستم. بله، اجازه بدید من اسم شما رو اشتباهی نوشته بودم، حسن شهباز، چون توی اون فلایر اسم ایشون اول بود. از شما عذر میخوام، اجازه بدین اسم شما همون آقای علی حاجری رو درست کنم. و سوالات، چند تا سوال دوستان فرستادن، ولی ما شروع میکنیم از اون که اولین سوالش هست راجع به قاچاق افراد توسط سازمان. اگه شما لطف کنید در این مورد مقداری توضیح بدید، چون در برنامه قبل کانون آوا گفته بودید و کامنتی نوشتید مبنی بر اینکه سازمان مجاهدین با قاچاقچی نفرات خودشان رو می برد و خود شما هم با این صحنه مواجه شدید، یعنی دیگه شما شاهد زنده هستید. بفرمایید. بله، من 26 آوریل سال گذشته با چند تا از دوستان، البته ما این تعداد نفر هیچ ربطی به سازمان مجاهدین نداشتیم و با گفت خود مثلا یک قاچاقچی گرفتیم و رفتیم به یونان. اونجا توی یونان همین که رسیدیم بکنم 28 آوریل بود اگر اشتباه نکنم، یکی از جداشتهایی که قبل از ما رفته بود اومد تو خونه که ما بودیم، بعد گفت که فردی به اسم بهروز قربانی با شما صحبت. ما هیچ وقت اینو خود من اصلا نمیشناختم، یعنی جدید بود، اسمش جدید بود حتی. بعد گفتم که این کیه؟ گفت که این شوهر خواهرمه. حالا من اسم اون نفر رو نمیارم چون خوب نیست اینا. بعد واسه این بهروز با ما کلی صحبت کرد، البته تصویری نبود چون من تا بالا مثلا عکسش رو نیدم،
ولی گویا این فردیه که همه رو تشویق به خروج از آلبانی میکرد. ببخشید منظورتون همه جدا شده ها هست یا همه اونایی که تو آلبانی هست؟ همه جدا شده ها رو بله تشویق به رفتن از آلبانی میکرد. من یه ذره شک کردم به این، گفتم که این خب مثلا چه منافعی داره که مثلا دنبال همه نفر افتاده، مثلا حدود 80-90 نفر 100 نفر که همه رو از آلبانی خارج کنه. بعد دیدم این نفری که ما رو بس کرد به بیروس و یونان بساب جدا شده بود که هنوز با قرار مواجبش رو از مجاهده میگره. بعد فهمیدیم که اینا یه در اصل یه توطئه‌ایه که بهروز قربانی با خود سازمان مجاهدین حساب دستم در کار. یعنی بهروز به عنوان کشیشی در نروژ این تشویق میکرد، با خیلی از بچه های دیگر صحبت کرد. بعد من از اونجا زنگ زدم به بچه هایی که تو آلبانی بودن، گفتم فریب اینا نخورید، این داره به سازمان مجاهدین کار میکنه، چون سازمان مجاهدین میخواد آلبانی رو خالی از جدا شده بکنه. به همین دلیل من چندین بار زنگ زدم به بچه ها، گفتم که فریب اینا رو نخورید، اینا دست در دست هم داره. این بهروز قربانی جز یعنی در اصل پول میگیره از اینا. بعد به غیر از این اومده بود که حتی خونه گرفت به این حساب نفراتی که با قول یارو مستمری باز از مجاهده میگیرن، دو تا خونه گرفت. بعد اینا رو اسکان دادن اونجا. ما که به حساب هیچ رفتی نداشتیم به این سازمان، حتی وقت رفتن هم به من گفتن بیا کمک مالی دیگه، گفتم نمیخوام، کمکتون نمیخوام. اینا رو جمع کرده بودن یک جا و مثلا ترتیب رفتنشون رو با قاچاقچی دیگه چیز میکردن، هماهنگ میکردن. بعد از اون من یک روز تو خود یونان با یکی از جدا شده دست دادم. بعد دیدم یک مطره همه اونایی که هوادار به ساب بودن خلاصه هیچی به ما بودن که چرا با فلانی دست دادی، گفتم با دست دادن بگه ممنوع فلانه، گفتم شما که اینقدر سنگ رجبی رو به سیم زدین خب میموندید اونجا، چرا از فرقه جدا شدین؟ حالا اومدین و اینا به خاطر چندرقازی بود که به ساب رجبی تو دهن اینا میریخت، وگرنه هیچ کدومشون اهل این چیزا نبودن. بعد از اون من با یکی از دوستان رفتیم یه خونه جدا گرفتیم. مدتی گذشت، من با یک نفر دیگه رفتیم پیش یه قاچاقچی، مثلا با اونا میگم قاچاقبر، یعنی که نفرات رد میکرد اینا. نشستم توی کافه داشتم باش صحبت میکردم که ترتیب رفتن رو بده. بعد حالا اسم اون آقا رو نمیارم، یه ایرانی بود که حدود 15 سال بود که تو یونان. بعد نشستیم کم صحبت کردیم، گفت که مثلا اینقدر من میگیرم میفرستم، گفتم که اشکال نداره فلان. بعد گفت که دو تا موبایل داشت، یکی از موبایلش روشن کرد، گفت تو بیروز قربانی رو میشناسی؟ گفتم که آره جدیدن اسمش شنیدم. میرم یه موبایل روشن کرد، تمام عکس کسانی که من بدونم که اینایی که سازمان مجاهدین فرستاده بود از آلبانی، همه عکس های اونا تو موبایل اون بود. گفت بیروز قربانی این عکس ها رو به من داده که اینا رو بفرستم اروپا. من از اونجا دیگه به یقین رسیدم که خود بهروز دست در دست فرقه رجبی داره. بسیار ممنونم. و این خیلی جالبه، شما میگید میریم با قاچاقچیان صحبت میکنی، یعنی این یه شغلی شده که خودشون هم عملا میان و معاملاتی انجام میدن و قاچاق انسان
الان تو دنیا جریمه سنگینی داره. حالا چه جوری سازمان مجاهدین این کار رو انجام میده و برای خودش هم یل یل میگرده و میچرخه، دیگه اون بماند از از سطح فهم و دانش من بالاتره. خب اجازه بدید که سوالاتی رو که دوستان مطرح کردن بپرسیم از شما و شما هم لطف کنید جواب بدید. ضمن اینکه در حین برنامه آقای کرمی لطف کردن آدرس و ایمیل و به اصطلاح طریق تماس با کمیسریای یو این رو یا سازمان ملل بخش پناهندگیش رو یا بخش های دیگرش رو فرستادن، چون هفته قبل صحبت شد، من اون رو هم نشون میدم در طی برنامه و دوستان میتونن سوالات خودشون رو هم از طریق فیسبوک، از طریق ایمیل، از طریق تلفن و پیام، از طریق تکست ارسال کنن. شماها سوالا رو پاسخ میدید، نظرات اونها رو هم میشنوید و در موردش فکر میکنید. بله، اینجا میگن که آقای آجری شما هفته قبل در کامنت هایتان اشاره کردید که آقای علی اکبر کلاته را از سال 1365 در جبهه شمال غرب که با هم بودید میشناسید، همینطور در اردوگاه اسیران در عراق و سازمان. میشود مقداری در رابطه با آقای علی اکبر کلاته توضیح بدهید؟ داستان خودکشی وی چی بوده؟ خب ما متوجه شدیم که شما از ایشون هم یاد کردین و به اصطلاح دوستی رو به جا آوردید و خیلی عجیبه که این رو سازمان مجاهدین گویا یکی دو روز نوشته بود ولی همه نوشته ها رو برداشت و دوستان حتی از سرچ انجین یا سرچ باکس خود وبسایت سازمان مجاهدین استفاده کردن، اسم آقای کلاته رو نوشتن و هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد. بفرمایید شما چه حد با ایشون دوست بودید و فکر میکنید که چی شد، ماجرای خودکشی ایشون چی بوده؟ امروز یاد کنیم از اکبر کلاته معماری. من در سال 65، اول 65 بود بکنم، فروردین بود که رفتم جبهه. بعد این یه گرهان بودیم، اون تو دسته یک گرهان ما بود. بعد از مدتی که گذشت اسیر شدیم، همه ما اسیر شدیم اونجا، عراق حمله کرد، بعد وارد اردوگاه شدیم. چند سالی هم تو اردوگاه بودیم. علی اکبر رو چون آهنگر بود، همه بساب حتی عراقی هم بهش اعتراف داشتن، چون کارای خود آهنگری اردوگاه رو انجام داد. گذشت تا سال 68 که دیگه گفتم قبلا این فریب کاری هایی که خود سازمان مجاهدین میکرد با دروغ این که میگفت تو او سیمای مقاومت رو و مثلا همه رو مثلا سوق داد به سمت خودش. خب علی اکبر هم مثل من هم دیگه مثل بقیه اونی داستان خود. علی اکبر چون ذهن خلاقی داشت، قبلا هم تو ایران موتورسازی داشت، موتورسیکلت تعمیر میکرد و اینا، وارد قسمت تعمیرات و قسمت ترابری سازمان شد. این سالیان سال شغلش همین بود، یعنی خیلی زحمت میکشید ولی خب هیچ کس قدری رو نمیدونست. من هر وقت میدیدمش باش صحبت میکردم، هیچ دل خوش از اینا نداشت. همیشه میگفت پدر و مادر میبرن، شب و روز نداریم، ولی بدبختی میکشیم. حتی این اواخر مثلا حدود یک سال خورده این قبل که اونجا بودم، بازم میدیدم باز همون صحبتهای قبلی. چیزی که اونا ادعا میکردن تو یه پیامی که گذاشته اون تو به صاحب سیمای آزادیشون که علی اکبر نمیدونم انقلاب مریم و فلان و بهمان، نه همچین چیزی نبود. اینا جز دروغوی چیز دیگه نداره و همیشه هم همین حرفا رو میزنن. حالا تا زمانی که زنده هستن، خب اول تا آخر طرف رو میشورن میزنن کنار. مثلا یه جا هم گفته بودن که
که در رابطه با خانواده و فلان و مبارزه، خب او فرقه نژادی هم خانواده شده به سبب ضد مبارزه، ضد چیزی که رجوی به سبب چیز کرد، حتی در رابطه با ما هم همین حرف زد. ولی خود علی اکبر من خبرشو دارم که این چند بار گفته بود که من میخوام برم، ولی گویا باز رفتن باش صحبت کرد. حالا من یه نکته میام، زمانی که خودم اعلام کردم که میخوام جدا بشم، واقعا به قول چیز ترکه از گرده ما کشیدن اینا، یعنی که هر لحظه یکی صدا میزد، این فرمانده صدا میزد، اون یکی صدا میزد، اون مهدی برای صدا میزد، اون جواد خراسان صدا میزد، نمیدونم زهره اخیانی، پشت سر هم دیگه یه کاری میکردن که دیگه آدم به نقطه میرسونه که چی بگم، به دست به خودکشی بزنه سر این کاری که اینا میکردن. مثلا بعد از این که دیگه هر ما خودم دارم میگم الان کاری کردن که منصرف بشم و نشدم سری داستان، گفتن که بعد دو ماه بمونی، دو ماه که بمونی مثلا بوده تو همون آپارتمان هایی که تو قسمت کشار آلبانی بود و اونجا نگهداری میکنم، ولی خب یه میزان آزاده داشتیم، میمونیم بیرون میرفتیم کدام اینا، ولی خودشون تو نشستا میومدن اینو دهن به دهن پخش میکردن، مثلا این موضوع جدا شده من فقط تو قسمت نبود، تو تمام اون منطقه مثلا آپارتمان میشیایی که کل این فرق بود پخش رو، یعنی هر کس اومد یک کنایه میزنه میره. حالا علی اکبر چون تعمیرکار بود همه میشناختش، سرشناس بود مثلا میشناختش، خب قطعا با کنایه هایی که اینا بهش میزدن و بایکوتی که میکردن و این که نگهش داشته بود، خب من شیدم که آخرین بارم بعد از این که تو کاری تأسیساتی و این چیزا بود باز بردنش تو قسمت ترابعی، بهش میدم که خودکشی کرد. یعنی شما فکر میکنید فشار بیش از حد این بنده خدا رو به اصطلاح مجبور کرده که خودکشی کنه؟ بله بله، من خودم زمانی که اون گفته بودن دو ماه، بعد که یک ماه کم کردن شد یک ماه که شد، واقعا خودم من حدود اینو بهتون میگم سه بار چهار بار میخواستم خودم از اون طبقه هفتم پرت کنم پایین، چون دیگه آدم طاقت نداره، چون هر کسی که رد میشه کنارش یه چیزی میپرونه بهش، به همین دلیل فشار روحی زیادی به نفر میاد. ممنونم از شما آقای حاجری. این مسئله کمیساریا یا کمیساریای یونایتد نیشن سازمان ملل، چرا سران فرقه تلاش میکنند که این موضوع خودکشی رو نفهمن، و اگر واقعا کمیساریا متوجه جنایات فرقه بشه و دست اینها رو بشه، فکر میکنید چه اتفاقی میفته؟ والا اینا قبلا این کارا رو کردن، چه زمان آمریکایی‌ها که بود اون یاسر که خودسوزی کرد، یاسر اکبری نسب، یا یکی از بچه ها روز در رابطه با یکی از بچه های کرد فکر کنم اردوگاه رمادی که پیوسته سالای 75 خودسوزی کرد، یا مثلا همین الان در رابطه با علی اکبر. خب اینا اگر بفهمن که یه همچین مواردی هست، خب اجبارا اینه که مجبور بمونن اینجا. ولی خب اینا البته اینو بگم که اینا خب دست در دست هم داره، یعنی با هم یه هماهنگی داره، چون کمیساریا میخواد از اینجا بره، خلاصه یه جوره دارن به قول چیزا ماسمانی کنن. ولی اگر کمیساریا بره پشت داستان، خب اجبارا باید بمونه اینجا و حفاظت بکنه، یعنی خود سازمان ملل زیر نظر بگیره. بسیار ممنونم.
شرایط شما که الان در آلبانی درگیر هستید و این ماجرای کمیساریا و قطعی حقوق شما چی هست؟ یه مقداری توضیح بدیم برای دوستان. من یک زنه با این بچه‌ای که حقوق میگفتن فرق، و من بعد از رفتن به یونان و برگشت دوباره با آلبانی، خود همین کمیساری که ادعا میکنه مثلا میگه من پشتیبان شما هستم فلان هستم، همین ها گفتم که حقوقت دیگه قطع. مثلا من از اول شهریور سال 97 که برگشتم آلمانی، اینا دیگه هیچ حقوقی به من ندارن. حتی اون رمزایی که روز جمعه هم تعطیل شد، پشتیبانی که میکرد حساب چه لحاظ پزشکی، من رفتم چندین بار پیشون گفتم که متاسفیم تو کار غیر قانونی کردی و ما هیچ پشتیبانی از تو نمی کنیم. یعنی خود من حدود میگم از اول شهریور تا به حال هیچ نوع کمکی از طرف اینا به من نشده. من همین دوستام که با هم از این از همین کمیساری ها حقوق میگرفتن، این میزانی از به قول رو بار ما رو بر میداشتن، الان هم که با این کار بساب ضد انسانی که اینا دارن میکنن، بساب خب شرایط ما همه مون البته مناطب داره سختر میشه، اینا قول کار داده بودن ولی خب همچین چیزی وجود نداره اصلا. منظور که الان شاید واقعا سخته و تنها کسی هم که بساب سودشی میبره توی داستان این فرقه رجبیه، که مثلا دنبالش بود که کمیساریا و رمسا تعطیل شه، چون این داستانش برمیاده خودم شما اونجا بودم میدونم اینا هر اتفاقی که به نفعشون باشه تو بو کرنا میذارم اونجا. دلیلش هم اینه که مانع خروج بقیه بشن، ولی خب شرایط ما واقعا سخته اینجا. هیچ کس مثلا ما همین چند روز پیش بودیم مشکل دندون پزشکی داشتم، وقتی رفتم گفت 100 یورو خرج دندون، خب آقای کجا پول دارم که مثلا پول دندون پزشکی رو بده؟ همه اینا رو قطع کردن. الان این الان بچه ها همه به قول قدیمی ها میگه پادر هوا هم موندن، من هم که دیگه بدتر از این. بسیار ممنونم. اینا که به شما تهمت میزنن که شما مزدور هستین و به اصطلاح مأمور هستین و اینها، خب فکر نمیکنن که وقتی شما رو توی این محدودیت ها قرار میدن تازه فرصت خوبی پیدا میشه برای آخوندا و رژیم جمهوری که بتونه بیاد شما رو به اصطلاح چی میگن نفرگیری کنه و به نفرات خودشون اضافه کنن. یعنی اینها به نظر میرسه یه سیاست غلطی رو پیش گرفتن و اون رو دارن دنبال میکنن. نفراتی که از دست میدن هیچی، باعث میشن که نفرات به جمع دشمنان بپیونده، گرچه اینها دشمنها رو فراموش کردن و فعلا سر نیزه به طرف شماست. دوستان اینجا هستن، من ضمن سلام به یکایک که این دوستان آقای پرویز میگه که علی اکبر کسی بود که هیچگاه دل خوشی از این فرقه نداشت و هر حرفی که از خانواده زده و علیه خانواده موضع گرفت همش با فشار تشکیلاتی بوده، نه با دلخواه و انتخاب. من با مرحوم علی اکبر و خیلی های دیگر. آقای خورسندی از کانادا میگن که اینطور که در چندین برنامه آوا دیدم و شنیدم، اغلب اسیر شده های جنگ ایران و عراق به اشرف فرستاده شدن، یعنی هنوز هم اسیر هستند و چون بیرون رفتنشان از اشرف با ترسی که ایجاد کرده بودند از استخبارات عراق در سازمان ماندند. این درست است؟ این به صورت سوالی از شما میپرسند. به نظر شما این درسته؟ که در حال حاضر باشن تو عراق باشن؟ کلن چه در عراق چه اینجا که الان تو آلبانی هستن، میگن به اصطلاح حالا اونجا استخبارات بوده، اینجا هم خب همین نیروهای آلبانی و اینها، بالاخره همین که شما اگه یه اشکالی داشت باشید اونا میگن شما قانون شکنی کردید، لابد مدارک و به اصطلاح کمک ها و اینها رو حذف میکنن.
یعنی هنوز یه ترسی وجود داره. البته بزرگترین ترس رو دوستان گفتن، شما هم گفتید که این هست که خیلی از این افراد خب نگاه میکنن میبینن سنشون نسبتا بالا رفته، وقتی اومدن اونجا یک جوانی بودن، الان میان سال هستن یا حتی پیر هستن، در یک کشور غریب بخوان جدا زندگی کنن، اینها سالها به اصطلاح یه نفر براشون میخریده، یه نفر براشون میپخته، یه نفر حاضر میکرده، حالا حتی بخوان فروشگاه برن، منزلی داشته باشن، اینها مشکله. یعنی یک حالت ترس از جدا شدن در خود اعضا وجود داره، این درسته؟ ببینید اون تبلیغاتی که درون فرقه میکنن سر بحث جدا شدن، جدا شدن و جدا شده ها، ببینید من چون خودم اونجا بودم، مثلا خب خیلی تهمت ها به جدا شده ها میزدن، مثلا از قبیل اینکه معتاد شدن، گدایی میکنن، دزدی میکنن و و و اما اخلاص. خب ببینید یک زمانی کمیساریا بود، رمسا بود، بچه ها مثلا میدن خب میزدن بیرون بدون اینکه به اونا اطلاع بدن، اونا بعد خودشون رو معرفی میکردن، هتلی بود به رسیدگی میشد بهشون، بعد هم یه حقوقی بهشون بدن. ببینید الان که بسیار این دوتا مورد، رمسای و به اضافه کمیساریا بساطشون رو جمع کردن، خب اینا تبلیغاتشون داخل فرقه خیلی 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 بیشتر از قبله و طبیعتا خب بچه ها میترسن از اینکه بیان بیرون، به همین دلیل اگر هم میخوان بیان بیرون نمیتونم مثلا به قول چیز خود جوش بذارم بیرون، چون که هیچ کمک کننده ای نیست، کسی بهشون کمک نمیکنه، به همین دلیل میترسن. و اگر بخوام بیان بیرون میشه داستان علی اکبر، یعنی مدتی باید تو قرنطینه. حالا این قبلا ما تو قسمت سابقه تیرانا بودیم، قرنطینه به اون صورت نبود ولی خب فشار زیاد بود، ولی الان دیگه تو اون اشرف سیه همون زندانی که ساختن یه قرنطینه مثل اینجا نیست، حد میبرن مثل اشرف تو عراق جای جدا بود و هر کاری هم که بخوان باشون بکنن، به همین دلیل این بچه ها خیلی میترسن چون هیچ ارگانی نیست که اینا بزنن بیرون بهشون کمک بکنن. مثلا خب من رفتم اینجا به وزارت کشور، اینجا بهشون مشکل رو گفتن چون که فرقه اومده با دولت آلمانی یه تفاهم نامه امضا کرده، این که هر کس بیاد بیرون ما تمام مخارج میدیم، ما هیچ کمکی نمیکنیم. اینا که بهت میگم ما در حدود 6 ماه پیش بود، به همین دلیل الان اینو بدونین که فرقه واقعا خوشحال از این داستان تعطیل شده رمسا. من فکر کنم روز یکی از بچه ها گفت که خبری اومده که گفتن رجوی گفته که تعطیل شده رمسا بسا مهمتر از تعطیل شدن سفارت رژیم در آلمان است. بسیار ممنونم از شما. دوستان نوشتن که آقای سربی این از شگردهای فرقه رجوی بود، تا جایی که می توانستن فشار می آوردن که کوتاه بیایید، وقتی می دیدن که نفر کوتاه نمی آید فشار می آوردن تا خودکشی کنه. آقای بیت مشعل، اون آقای کرمی نوشته بود، ممنونم از ایشون که لطف کردن اون ایمیل ها رو فرستادن، من نشون میدم، دوستان اگه مایل باشن تماس بگیرن، نامه بنویسن، ما ممنون میشیم. آقای بیت مشعل نوشتن که آقای سوری سلام، خیلی ها رو در اشرف وادار کردند که خودکشی کنند و میخواهند ما باید خودکشی کنیم، یا به اصطلاح به شما هم فشار میارن که شما هم این. آقای حنا باز میگن که هر خودکشی بر اثر فشار رویی است که در تشکیلات فرقه بر افراد وارد میشود، هست فرقه هم سعی میکنه روی این را به هر قیمتی شده بپوشاند. خب خیلی ممنون از دوستان. و سوالی که از شما هست آقای حاجری اینه که کمیساریا با جدا شده های یا هوادار مجاهدین چه کار میکند؟ مستمری ها چی میشه؟ یعنی خب اینا ناراحت نیستن که الان یه عده‌ای مخالف درست کردن اونجا برای خودشون،
حتی اگر اینها دستشون هم توی دست سازمان باشه یا زیر میزی چیزی دریافت کنن و اینها، نگران این نیستن که شماها شکایت کنید به جاهای بالاتر یا به خود سازمان ملل یونایتد نیشن، اون مقر اصلیشون و اینها، چجوری اینها میتونن این بیقانونی ها رو اونجا انجام بدن، حقوق شما رو که یا پناهجو هستین یا پناهنده هستید قطع کنن و اصلا عین خیالشون هم نباشه. والا چطوری میگم اینو، اینا خب دست در دست هم دارن اینا، میگم از اول این داستان یک همدستی وجود داشته. گفتم سر تفاهم نامه، ما الان هر چی هم که بگیم میگن که شما همراه اونا بودید، به همین دلیل اونا تقبل کردن. یعنی همین هر جا ما رفتیم صحبت کردیم همین مسئله رو بودن اومیز که فرقه از روز اول تقبل کرده تمام مخارج و هزینه ها رو تقبل کرده و به همین دلیل هم ما نمیدیم. به همین خاطر ما هم بچه ها کم نامه ننوشتن به سازمان ملل این و اون و دولت آلبانی. یکی از بچه ها که حدود 50 روز سابقه قضا کرد ولی آخرش باز اینا چیز نکرد. حالا سر حقوق خب یه عده ای از خود اونا میگیرن، یعنی اونا مستمریشون رو از خود فرقه میگیرن، تعدادی از قبل هم میگرفتن الان هم دارم میگیرم، لکه مشکلی بونسوات پیدا نمی کنن. ولی ببینید اون مستمری رو که این بچه ها میگیرن زیر بالاترین فشاره، یعنی ببین هر دستور اینا بدن اینا باید اجرا بکنن، این اون تشکیلات و بیشتر از تشکیلات. حالا ما هم که دیگه نمیگیریم دیگه، هر حالا اینا قول کار دادن، حالا نمیدونم کار گیر بیاد کار گیر نیاد، ولی گفتن حقوق قطع میکنیم. یعنی هر چی هم نامه بنویسی باز اینا احاله میدن به همون داستان تفاهم نامه بین فرقه و دولت آلبانی. بسیار ممنونم. یه سوالی که دوستان بیشتر میپرسن اینه که چرا کار فرقه روز و شب الان این شده که شعار بر علیه شما جدا شده ها بده، به جای اینکه اگر برنامه ای دارن برای براندازی یا برای حمله به آخونده و جمهوری اسلامی اون رو به اصطلاح به مرحله اجرا بگذارن، چرا دشمن اصلیشون رو فراموش کردن و بیشتر به شماها فشار میارن؟ بزرگ یک زمانی که برگردیم عقبتر، یک زمانی یعنی بعد از اشغال عراق داستان شد داستان خانواده، خانواده شد دشمن شماره یک این فرقه. حالا دشمن شماره یک شده این تعداد، یعنی یه تعدادی جدا شده. خب ببینید یه تعداد جدا شده گفتن اینا یه اصلا که حقوق بگیر اونا، اونا هر فرمانی بهشون بده اجرا میکنه، یعنی نمیدونم تو شهر مثلا بهشون میگن این کار رو میکنم مجبور این کار رو، چون اگر نکنن حقوقشون رو قطع میکنن، اونا هم هیچ تعارفی نمیکنن. یعنی چندین بار بوده حقوق بچه ها رو بدون تعارف قطع کرد و حالا میمونه ماها. خب ما واقعیش مثلا من هر روز به تفریح قدم زدن میرم شهر بچه دیگر میرم، این اینا مواجه میشن با ماها، با ماهایی که با استرومو رو گنده داریم که خیابونا قدم میزنیم. ولی تبلیغاتشون اونجا چیه داخل فرقه؟ اینه که اینا مشت گرسنه هستن، مشت بدبخت هستن، نمیدونم دوی آشغال بونی ها برن غذا میخورن، جای خواب ندارن. خب وقتی اینا رو میبینن خب این یه شوکی وارد میکنن، به همین دلیل الان جنگشون شدن. یه تعدادی که فقط از کمیساری ها حقوق میگرفتم و تن به ذلت اونها نمیادم، به همین دلیل هم الان مستمر اینا علیه ما تبلیغ میکنه، رژیم رو بل کرد چسبیدن به ما.
بسیار ممنونم. شما اگر صحبتی دارید برای دوستانی که هنوز هم در سازمان مجاهدین موندن، یا پیشنهادی دارید به اونها، احتمالا اونها هم وسایل الان بهتر شده، میتونن حتی از طریق تلفن به اصطلاح برنامه ها رو ببینن، از طریق فیسبوک دنبال کنن، نصیحت شما یا پیشنهاد شما به عنوان کسی که همون شرایط رو داشته ولی امروز آزاد هست و خودش میتونه تصمیم بگیره، به اون دوستانی که هنوز اونجا هستن و نمیدونن به اصطلاح قدم به دنیای آزاد بذارن یا تو همون خانواده‌ای بمونن که اونجوری به اصطلاح زیر فرمان، با این سن بالا هنوز مثل یک بچه باید زیر فرمان بالا سریع ها باشن، به اونها پیشنهاد شما چیه؟ صحبتتون با اونها چیه؟ والا من قبلا هم گفتم، با اینکه میدونم که صدای ما به اونها نمیرسه چون اختناق اونقدر زیاد اونجا. ببینید یه ذره توضیح دارم، مثلا حتی اونایی که مثلا تو فضای مجازی کار میکنن حق ندارن مثلا وارد این معقولات بشن. به همین دلیل من شک ندارم که تو این بسیار دنیای آزاد تنها افرادی که گرفتارن و از همه جامعه تو تمام دنیا عقب افتادن همین یه 2000 نفری هستن که تحت کنترل این فرقه و سرانش هستن. ولی پیشنهاد من و صحبت من با این بچه اینه که به هر شکل شده خودشون از اونجا نجات بدن. نه درزن، ببین هر کسی باید ریسک بکنه. مثلا خود من شبی که گفتن برو، یعنی شبونه گفتن که برو دیگه تمام شد، یعنی ما رو گذاشتن لب خیابون بعد از 28 سال. ولی خب گفتیم هر چی شد شد. من پیشنهادم اینه بهشون که جدا شد از اینا، حتما راهش رو پیدا میکنن، راه زندگی رو پیدا میکنن، راه آزاد زیستن حداقل پیدا میکنن. من الان حدود 1.5 سال بیرونم، بالاخره دارم زندگی رو میکنم، راحت هم هستم، هیچ مشکلی هم دارم. بید حرف اول تا آخر من اینه که بباجم اینا فقط با ریا و نیرنگ و این که نمیدونم ترامپ الان این کار رو برامون میکنه. یعنی بید اینا یک زمانی که ضد امپریالیسم بودن، ضد فران شعاراشون، ضد آمریکایی، ما خودمون نشستیم مثلا زمان صبحگاه مثلا روزای دوشنبه سرود ضد آمریکایی میخوندیم، حالا که آمریکا شده دوست اصلی اینا، خدا شده درمان شده. خب ببینید الان تنها زمان خروج شماست. ببینید اینا کلک میزنن، دروغ میگن، میگن که ترامپ به ما کمک میکنه، بچن اخبارش دارم، این قرار ایران رو سرنگون کنه، بعد میریم فلان. خلاص این داستان زیاد دروغ و نیرنگ تو فرقه وحشتناک ایجاد میکنه. امروز نه بیرون باز همون داستانی که ما 28 سال امروز فردا کردیم باز به سر شما خواهد. من بازم میگم بیام بیرون حتما راهشو پیدا میکنم. بسیار ممنونم. دوستان نوشتن که آقای غلام میرزایی نوشتن سلام به شما و به دوست شما آقای هاجری، در رابطه با این سال در درون فرقه انقدر تبلیغات زیاده که انگار هر کس جدا بشه یا از گرسنگی میمیره یا مزدور میشه. الان که کمیساریا کمکهاش را قطع کرده فقط این فرقه هست که خوشحال میشه و میگه که این هم عاقبت نفراتی که از ما جدا شدن، یعنی کسی دیگر جرأت نکند بیرون بیاید. آقای هنان میشن که در این آلبانی جنگ فرقه شده با جدا شده ها، ظاهرن رژیم فراموش شده. و آقای سعید حبیبتاش هم سلام میکنن و خسته نباشید میگن. ما هم به ایشون، بله ایشون از ژاپن هستن، نمیدونستم، من هم به ایشون سلام میکنم. خب آقای هاجری از شما ممنونم. ما هنوز دقایقی وقت داریم، اگر صحبتی میخواین
به اصطلاح داشته باشید بفرمایید، اگر نه ما از شما خداحافظی کنیم و ارتباطمون رو با آقای حسن شهباز برقرار کنیم. بفرمایید. بله، این من یه نکته رو فراموش کردم، سر سوالی بود که سر استخبارات کردیم فکر کنم، یعنی چیزی که اینجا همچین چیزی نیست، اینا باز هم فکر کنم تبلیغات گروه خود فرقه است که میگن که به حساب اسیران جنگی یا جدا شده رو، یه همچین نفهم دقیقا ساعت مسئله این بود که اینجا هم حساب میگیرن یا زندانی میکنن. خب اجازه بدید من براتون توضیح بدم. آقای خورسندی، آقای مانی خورسندی از کانادا پرسیده بودن، گفت بودن طبق این برنامه‌ای که من شاهد هستم، چون ایشون الان جدیدن به ما پیوستن، چند هفته هست برنامه شما رو میبینن، بیشتر این دوستان افرادی بودن که اسیر شدن، بعد سازمان مجاهدین آمده با تبلیغاتی که در اون به اصطلاح محلهایی که اینها اسیر بودن انجام داده، اینها رفتن به سازمان پیوستن، بعد به نظر میاد که از یک اسارتگاه به یک اسارتگاه دیگه رفتن و اونجا هم در اشرف در عراق که بودن، سازمان اینا رو میترسونده که اگر بخواین جدا بشین سر کارتون با استخبارات، و بعد که آمریکا اومد گفتن اگر جدا بشین سر کارتون با آمریکایی‌ها هست، و ایشون میگه پس این دوستان همیشه در وحشت و اسارت به سر میبردن. بعد من اضافه کردم گفتم حالا در آلبانی هم این مسئله هست که شما که این همه سال اونجا بودید، حالا میخواین توی کشور اروپایی نه زبانشون رو میدونید نه بلدید خرید و فروش به اصطلاح وسائل، امکانات اجاره کردن و اینها. من فکر کردم به این صورت شماها رو یا دوستانی رو که داخل هستن میترسونن، و چون شماها به قول خودتون یل یل دارید میگردید جلو اونها، تبلیغ بدی هستید برای اون گفته های سازمان مجاهدین که ببینید اینا رفتن بیرون اینجوری شد اونجوری شد، اونا میبینن نه شما حال روزتون بهتره و دوستان هم کمک میکنن، بالاخره نمیذارن شما کنار خیابون باشید و اینها. این بود ماجرای استخبارات و ترسوندن و صحبت واقعی تو عراق. این صحبت واقعی بود، مثلا چه زمان صدام حسین چه زمان آمریکایی ها چه زمانی که اومده بودیم لیبرتی، من کنار فرودگاه بغداد این صحبت ها واقعی بود، همه رو میترسوندن، این که گفتیم دست استخبارات یا هتل مهاجر اینجا رژیم نشسته. البته یه چیز دیگه هم بگم، حتی همینجا هم زمانی که من داشته میمارم بیرون گفتم نرو هتل لینزا، رژیم اونجا نشسته با زن منتظرته که تو اقبال بکنه. خلاصه منظورم که همچین چیزی وجود داشته و هنوز هم وجود داره. ببینید اگر کسی هم بخواد همین الان جدا بشه، همین موارد رو بهش میگم، آیا رژیم منتظرته. منظورم که این حرف واقعیه، ولی من یه چیز بگم که این از ته دل میگم، ببینید اسارت اسیر جنگی بودن در دست عراقی ها اون موقع رو بگم، سال مثلا 65 تا 68 که من بودم، باور کنید صد شرف داره به اسارت در فرقه رجوی. این حرف من. بسیار ممنونم، ما از شما ممنونیم که با ما بودید، امیدوارم در برنامه های آینده باز هم با شما باشیم و خبرهای بهتری از زندگی بهتر، امکانات بهتر داشته باشید و به قول معروف بگذرد این روزگار، روزهای بهتر و شیرینتری در انتظارتون باشه. خیلی ممنون که با ما بودید. خیلی ممنون، تشکر از شما. متشکرم. از آقای عبدی هم ممنونم که زحمت میکشن و به اصطلاح این ارتباط رو برقرار میکنن. دوستان عزیز منتظر میشیم تا آقای حسن شهباز با ما باشن، ایشون هم عضو جدا شده در آلبانی هستن. بله آقای هاجری شما اگه میخواین تشریف ببرید میتونید، و بله آقای شهباز بیان، ایشون هم قبلا مهمان برنامه بودن. ویدیوهای این دوستان به صورت خیلی مرتب هم در کانون آوا
هم در صفحه مردم تیوی قسمت بایگانی میمونه، هم روی یوتیوب هست و الان هم چند مدته که فیسبوک هم به اصطلاح این برنامه ها رو زنده پخش میکنیم. ما دیگه از اونجا بر نمیداریم تا زمانی که فیسبوک به اصطلاح نگه داره. نمیدونم چه زمانی نگه میداره، ولی به نظر میرسه که اینها هیچ محدودیتی ندارن. آقای حبیبتاش میگه که این فرقه توی ژاپن هم آمدن نفر بگیرن، کسی تحویلشون نگرفت، دهه 90 میلادی. آقای خورسندی میگه آیا تا به حال رژیم ایران سراغ شما آمدن؟ خب از آقای شهباز میپرسیم و بله میگه که آقای حبیبتاش میگه آره رژیم ایران بیکاره، بیاد دنبال ارتش سالمندان. خب آقا سلام میکنم به شما، خیلی خوشحالم که باز هم با شما هستید. دوستان عزیز، آقای حسن شهباز رو داریم، عضو جدا شده که در آلبانی زندگی میکنن و ایشون قرار هست که درباره تعطیل شدن اون بخش جدا شدگان کمیساریای پناهندگی سازمان ملل با ما صحبت کنن. من نمیدونستم که برای شماها یه بخش دیگه هست، فکر کردم یه بخشی کلا کار پناهجویان رو به اصطلاح در دست داره، از صادر کردن کارت شناسایی، از مسائل بهداشت و بهداری و دکتر و درمان و تا اون ماهیانه هزینه‌ای که پرداخت میکنن به عنوان حقوق تا وضعیت شما مشخص بشه. ولی به نظر میرسه که اونجا دو قسمت درست کردن، یه قسمت برای اونهایی که داخل سازمان هستن، یه قسمت برای شما جدا شده ها که دوستان هفته قبل درباره تعطیل شدن اون قسمت صحبت میکردن. شما لطف کنید یه مقداری ما رو آشنا کنید، یا قبل از این اگه لطف کنید این سوال آقای خورسندی رو پاسخ بدید که آیا تا به حال رژیم ایران سراغ شما آمده؟ این سوال جنبه عمومی داره، از شما، از آقای عبدی، از آقای کرمی، از آقای رزاقی، از آقای حاجری و دیگر دوستان. واقعا کسی اینجا میگن اپروچ به طرف شما آمده که بیاد بگه خب حالا که سازمان اینجوری بود بیاین مثلا ما ماه اینقدر بهتون میدیم؟ یه مقداری در این مورد صحبت کنید اگر تجربه ای داشتید. چه لبخندی شما میزنید، فکر کنم من جوابم رو گرفتم. بله منم خدمت شما آقای سعودی و همچنین دوستان عزیز و بینندگان محترمتون سلام عرض میکنم. بهتون خسته نباشید میگم. در مورد سوالی که کردن همینطور که من خندیدم شما متوجه شدین، باید خدمتتون عرض کنم که نه تنها کسی سراغمون نیومده، اینکه البته راه بازه، هر کسی میتونه، یعنی در سفارت بسته نیست، ولی اینکه کسی بیاد سراغ ما مشکل ما رو بخواد بپرسه و بدونه الان چه وضعیتی داریم، نه، این به صورت عموم به همچین اتفاقی تا این لحظه نیفتاده برای ما لااقل. یه نکته دیگه هم در مورد اینکه شما فرمودین کمیساریات دو قسمت شده و یه قسمتش مربوط به نفرات درون سازمان و این قسمتش مربوط به بیرون سازمانه، در درون سازمان کمیساریا هیچ چیزی نداره، یعنی با اون رابطه‌ای که سران سازمان با این دولت دارن به طور مطلق بستن، یعنی فقط به عنوان مهمونی و جشنایی که دارن و دعوت میکنن بعضی از این مسئولین رمسا که به صلاح خود این شرکت رمسا، قبلش من یه توضیح بدم، این شرکت رمسا یک شرکت پیمانکاری که در حقیقت برای کمیساری عالی پناهندگان کار میکنه و تشکیل شده از نفرات بومی آلبانی، چون خود کمیساری ها در اینجا کارمند رسمی نداشته که بومی آلبانی باشه، از این شرکت به عنوان برای ساپورت ما استفاده میکنه که دیگه همونطور که گفتین از حقوق ماهانه، از دارو، خدمات پزشکی، حتی کارت اتوبوس، تمام چیز، همه چیزهایی که حق پناهندگی، حتی قبلا خونه برای ما در نظر گرفته بودن و خرجش و کمیساری ها میداد که همه اینا الان دیگه منتفی شده.
همون رو خواستم بهتون توضیح بدم. بله، این کلمه رمسا که شما و دوستان دیگه هم استفاده میکنید این برای چیه؟ میدونم معمولا مختصر میکنن اول چند کلمه رو، چرا بهش میگن رمسا؟ من خودم دقیقا نمیدونم، همونطور که میگین احتمالا یعنی 100% مخفف یک جمله یا یک چیزی هستش که، ولی رمسا همونطور که گفتم شرکتی هستش که پیمانکار کمیساریاست. یعنی در حقیقت این شرکت برای 6 سال پیمانکاری سپورت کردن مجاهدینی که از عراق از سال 92 تا آخرین سریشون که اومدن سپورتشون با این شرکت رمسا بود. الان دقیقا من نمیدونم متوجه منظور شما شدم، ولی خودم هم اطلاع چند بله بله. خب اونو سوال میکنم از دوستانی که احیانا میدونن، فکر کنم مثلا آقای حیرانی چون انگلیسی میدونه و با اینا در تماسه ممکنه بدونه که این اول چه کلماتی رو گذاشتن و به عنوان رمسا میگن. و این کار معموله که حتی دولت آمریکا الان کاراش رو بیشتر به افراد میده، به شرکت‌های خصوصی میده. حتی جنگ هم ارتش‌های خصوصی پیدا شدن، اون بلک وادر و اینها، و اینم یه مشکلیه که از آخرهای قرن 20 و الان هم قرن 21 به اصطلاح انجام میشه و خیلی سوء استفاده میشه از بودجه و دولت ها وقتی که از این کانترکتورها یا پیمانکارها استفاده میکنن. آقای شهباز، برای شما 6-7 تا سوال داریم، اگر شما لطف کنید پاسخ بدید. مقداری از شرایط حقوقی خودتون برامون بگید که این روزا درگیر هستید، یه مقدار توضیح بدید که به غیر از حالا مشکلات زندگی که آمدید و زندگی جدید شروع کردید، خب میدونم سختی های مخصوص خودش رو داره در یک کشور غریب و اینها، دوستان هم گاهی وقتی سنگ جلوی ماشین شما میندازن یا چوب لای چرخ میکنن، این مراحل قانونی که اونجا درگیرش هستید لطف کنید برای ما بگید. خواهش میکنم. البته همونطور که گفتین هر کسی به صورت گرفتاری ها و مشکلات زندگی خودشو داره، این که در مشخصه. اما در مورد سوالتون من دو نکته میخواستم اشاره کنم. اول اینکه ما روز اولی که آلبانی مشخص شد برای انتقال ما، این کشور به عنوان یک سرپل امن، به دلیل اینکه در عراق ما محلی که داشتیم امن نبود، فقط به عنوان یک سرپل مشخص شد که ما بتونیم به آلبانی بیاریم. بعد این هم یک تاریخ انقضایی داشت، یعنی ما تا پایان سال 2018 میلادی نه تنها همه نفرات که به آلبانی می اومدن باید از آلبانی خارج می شدن، یعنی مسئولیت کمیساریا بود که نفرات رو بعد از رسیدن به کشور آلبانی برای فرستادن به کشور سالس کاندید بکنه و حل و فصل بکنه کاراشون رو که بتونن از این کشور خارج بشن تا قبل از پایان سال 2018. اما متاسفانه یک تیم از سازمان که همین آقای اسماعیل مرتضایی یا جواد خراسان با وکلایی که به زبدهی که دارن که به اصطلاح با پول و این چیزا میتونن چنین وکلایی بگیرن، اینا با دفتر کمیساری مراجعه کردن، به مقامات ژنو مراجعه کردن و خواستشون این بود که ما نمیخوایم اولا از این کشور بریم، دوما فقط ما میتونیم نفراتی رو که از ما جدا شدن و هوادار ما هستن کمک هزینه شون رو تقبل میکنیم، اما اونهایی که مخالف ما هستن نه. یعنی ماهایی که علیه سازمان افشاگری میکنیم و مخالف سازمان هستیم هیچ گونه سپورتی نخواهیم شد. حالا این دیگه به اصطلاح یک قانونی بود اینها به وسیله همین جواد خراسان و وکلایی که داشتن تونستن مسئولین کمیساریا رو قانع کنن به این موضوع که اونها راضی شدن به این مسئله. بله، همین دوستان سوال میکنن ریل قانونی که
کمیساریا باید با شماها مانند همه کشورها تعیین می‌کرد، با توجه به اینکه شما پناهجویانی بودید که سالیان دراز بود که پذیرفته شده بودید، در واقع آلبانی همونجوری که شما گفتید یک به اصطلاح چیز موقت بوده که برای تقسیم کردن شما به کشورهای ثالث، ولی چی شد که این عمل نشد، انجام نشد؟ همونطور که خودتون هم فرمودین، ریل قانونی که کمیساریا باید با نفرات بره، با هر فردی باید به صورت تک به تک و به صورت شخصی مصاحبه بکنه، پرونده سازی بکنه و متناسب با شرایطش کشور ثالثی رو انتخاب بکنه که اون کشور هم شرایط اینو داشته باشه، هم اون کشور اینو قبول بکنه. اما ما توی لیبرتی که بودیم، از همون سال اول لیبرتی این جنگ سازمان با کمیساریای عالی پناهندگان سر همین موضوع بود که میگفتن که ما به صورت سازمانی و به صورت گروهی خواهیم از عراق خارج میشیم و نه به صورت فرد فرد. و در نشستایی که همون موقع توی لیبرتی مسعود رجبی میذاشت، دقیقا روی این نکته تاکید داشت که ما به هیچ عنوان فرد به فرد با کمیساریای عالی پناهندگان طرف حساب نمیشویم و نخواهیم شد. و تونستن با لابیایی که داشتن، با کارهایی که کردن، تونستن این کار رو انجام بدن. و البته بعد از اون هم تو کارهای دیگری کردن، یعنی تو این نقطه نموندن، پیشروی کردن. بعد مستمری که کمیساریا به نفرات میداد اینو خودشون به دستشون گرفتن. بعد کم کم مترجم هایی که کمیساریا برای حل و فصل همه کارهای مجاهدین در آلبانی قرار داده بود اینو پس دادن، چون و گفتن ما خودمون چیز میاریم، مترجم میاریم، چون میدونستن که اگر مترجم خارجی باشه حرفای اینا رو مترجم میشه و خواسته اینها رو ممکن انجام نده اگر ببینه که خلاف مقررات یا خلاف عرف و اخلاق باشه انجام نده. به همین دلیل اینها گام به گام پیش رفتن و یواش یواش تمام کنترل رو به آلبانی به دست خودشون گرفتن. البته توی این زمینه نخست وزیر سابق آلبانی که برای اومدن سازمان به مجاهدین، همونطور موندنشون در آلبانی کمک شایانی به سازمان کرد و الان هم خیلی رابطه نزدیکی داره، باعث شدش که بتونن انقدر اینها توی چیزشون پیشرفت بکنن، محدود بکنن ما رو. البته قبلا هم مدتی همین کار کرده بودن، به اصطلاح مستمری بچه ها رو قطع کرده بودن. حتی آقای احسان بیدی دو هفته با اعتصاب و تحصن زیر بارون در جلوی درب کمیساری و جلوی وزارت کشور آلبانی و با اعتراض و تحصن نفرات دیگه تونسته بودن که این قطعی رو از بین ببرن و بشکنن، ولی باز دوباره سازمان با کارهایی که انجام میده تونسته به این نقطه دوباره برسونه نفرات زیر شده. بسیار ممنون. میپرسن دوستان اگر امکان داره مقداری بیشتر توضیح بدید در این پروسه‌ای که نفرات مختلف از دوستان شما که جدا شدن، تا حالا سازمان چه موانع یا سنگ اندازی هایی کرده یا نکرده؟ اونایی که نکرده نگید که سازمان یاد نگیره اونا رو انجام بده. بفرمایید. تا اونایی که تا حالا انجام دادن بگید. سازمان اصلا ما قبل از اینکه بیایم بگیم چرا این سنگ اندازی ها رو انجام میده، سازمان چش نداره که هیچ جدا شده ای، مخصوصا جدا شده هایی که مخالفش هستن، در آلبانی بمونن و تمام تلاش و تمام هم و غم خودش رو به کار میگیره که با سنگ اندازی بتونه ما رو هرچی محدودتر کنه و به بنبست برسونه و در نهایت بتونه از این کشور به اصطلاح خارج بشیم. از سنگ اندازی هایی که میکنه، مثلا با لباس مبدل به خونه بچه ها میریختن، مثلا خونه را علکی تفتیش میکردن، یا مستمری بچه ها را قطع میکردن، یا مستمری که میدادن یه ماه میدادن یه ماه نمیدادن، به
عناوین مختلف تاخیر مینداختن توش و میخواستن اینجوری به نفرات بفهمونن که وابسته به ما هستید شما، یعنی این پولی که ما میخوایم بهتون بدیم باید در مقابلش، در مقابل ما کرنش داشته باشید و هر آنچه که ما از شما میخوایم ما انجام بدیم. اگر به این تن میدادن به این کار که قد نمیشد، ولی کسایی بودن که مثل ما مخالف بودن و افشاگری میکردن کامل قطع میکردن، که اینها هم تونستن به هر صورت با نامه نگاری، با تحصیم، با نوشتن نامه برای دفتر ژنو تونستن که این جداسازی رو انجام بدن و به نفرات کمیساری ها مجددن این حقوق رو پرداخت بکنه، که الان دوباره همین مسئله هم منتفی شده و دوباره به همون نقطه قبل رسیدیم. بسیار ممنونم. مدتی بود که صحبت از بسته شدن قسمتی یا بخشی از کمیساریا میشد که الان اون قسمتی که به جدا شده ها به اصطلاح مربوطه، حالا هم که رسما درش را بستند. میپرسن که چرا بسته شدن این قسمت برای فرقه رجوی از مبارزه با جمهوری اسلامی مهمتر شده. به قول سران، فرقه حاضر از سفارت ایران در تیرانا باشد اما شماها اونجا نباشی. نظر شما در این مورد چیه؟ قبل از جواب سوالتون رو بدم من خواستم به یه نکته اشاره کنم. آقای صوفی، ما در نشستی که داشتیم توسط این مسعود رجوی رهبر این سازمان از اول تا زمانی که بیرون اومدیم، نسبت به کسانی که جدا میشن چنان خشم و نمیدونم نفرتی دارن، اینها نمیدونم کسی که از اینها جدا میشه رو میگن معتاد شد فلان کس، یعنی برای ما تو نشست همین مسئول رجوی میگن فلان کس معتاد شد، فلان کس از ما جدا شد رفت خودکشی کرد، فلان کس از ما جدا شد در یک باند مواد مخدر الان در زندانه، فلان کس الان در حال گداییه و اگر در سازمان میادش پول بهش ندیم شب گرسنه خود خواهد موند. یعنی از روز اول تا همین الان که دیگه به حد اعلای خودش رسیده این مسائل، یعنی از گذشته بوده الان دیگه خیلی پیشرفت کرده، این چرا این مسائل مسئول رجوی میادش توی نشست و برای تو نشسته که داخل مناسبات میذاره این مسائل رو عنوان میکنه؟ این وقتی برمیگردیم به این که دلیل این موضوع رو بفهمیم، دلیلش اینه که میخواد بگه آقا نفراتی که از ما جدا میشن میرن به هر دلیلی، به دلیل این که قبلا تو جامعه نبودن، به دلیل این که آشنایی ندارن، به دلیل این که تجربه زندگی ندارن، به دلیل اینکه تاالها در جامعه عادی زندگی نکردن نخواهند توانست در جامعه عادی زندگی بکنند. و از طرف دیگه این مسائل رو به درون مناسبات به نفرات میگه، از طرف دیگه این نفرات به بیرون از مناسبات میان، بیان توی شهر تیرانا، امثال من رو در تو خیابون میبینم، ما روزانه با این باهاشون برخورد داریم و متوجه دروغگویی مسئولینشون میشن و بعد از اینکه متوجه این مسئله شدن، خب باید رو به داخل مناسبات برای اینها جواب داشته باشن. وقتی جوابی ندارن خب میان از همین شیوه استفاده میکنن، اونها رو بیشتر آنپاس میکنن، نمیذارن دیگه بیرون بیاد. حتی من شنیدم تازگی ها یه مستمری ناچیز ماهی 7-8 دلار ماهانه به عنوان پول تجیبی به این نفرات داده میشد که اگر شهر میان یه کلیماشین یا پول بستنی داشته باشن، اونم قطع کردن و بهشون گفتن براشون داخل همون قله براشون فروشگاه زدن و اگر چیزی نیاز داشتن تنقلات اینا دیگه از همونجا، یعنی منظورم اینه که حتی تردداتشون رو هم محدود کردن به دلیل اینکه بابا برخورد نداشته باشن. ولی اینقدر وجود ما برای این سازمان سنگین هستش که همونطور که شما گفتیم که از بسته شدن سفارت رژیم در آلبانی
نبودن ما برای این سازمان مهمتر است. بسیار ممنونم. دوستان پرسند شما از مسعود رجوی خبری دارید؟ حالا که به اصطلاح بیرون هستید و با دوستان تماس میگیرید و اینها، هیچ خبر جدیدی هست؟ چون مثل که چند روز پیش باز یک چت بوده، ولی چت نوشتنی و نه صحبت و نه ویدیو. بله، منم با تماسایی که داشتیم این خبر رو شنیدم که چند روز پیش مسعود رجوی دوباره زنده شده. البته تو این روزگار با سیستم های پیشرفته کامپیوتر این کارها عجیب نیست، ولی به هر صورت میگن چت نوشتاری داشته و خیلی هم خوشحال بود و با بچه ها شوخی میکرد و توست خودش نمی گنجیده و دلیلش هم این بوده که از بسته شدن همین کمیساری ها در آلبانی اینقدر خوشحال بود و توست خودش نمی گنجیده و حتی اشاره کردم به این که این بسته شدن کمیساری ها در آلبانی برای سازمان دستاوردی بالاتر از اخراج سفیر رژیم از آلبانی داشته. حالا چرا اینطوریه؟ ما وقتی به این سوال میخواییم جواب بدیم، چرا مسعود رجوی از این موضوع خوشحاله؟ به دلیل اینکه ما ها به بومنس میگیسیم، ما که عددمون سه رقم هم نمیشه، دو رقمی، ولی به هر صورت اون نفراتی که اون تو هستن دیگر امیدی برای رفتن به بیرون نخواهند داشت، دیگر هیچ روزنه‌ای برای خروج از سازمان نخواهند داشت و اینه که مسعود رجوی تو پوست خودش نمی‌گنجه و خیلی خوشحال از این بود، چون میتونه تو همون بنبست اون نفرات رو تو نگه داره. همینطور بسیار ممنونم از شما. و اون که میگید خوشحاله، خب من و شما هم اگر زخمی بودیم یا مرده بودیم زنده میشدیم خوشحال بودیم قاعدتا. البته اگر ایشون خودش باشه، اگه خودش بود که یه ویدیویی از آدیویی. بله، میگن که نظر دولت آلبانی در این رابطه چی هست و چه کار میخواهند انجام بدهند؟ بالاخره سازمان ملل، United Nation یا اون UN و رمسا یک سازمان جدایی هست با اون سیستم دولتی خود آلبانی. مسئولین دولت آلبانی به اصطلاح در قبال شما چی میگن و نظرشون چیه؟ نظر خود دولت آلبانی اینه که ما به هیچ مسئولیتی، یعنی حرف حسابشون با ما اینه که ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال شما نداریم، حرفشون اینه. و دلیلش هم اینه هستش که میگن ما در یک توافق انسان دوستانه فقط شما رو به دلیل اینکه در یک منطقه ناامنی بودین شما رو پذیرفتیم و اون مسئولیتی که بر عهده ما بوده انجام شده. این که شما بخواید در آلبانی بمونید یا بخواید در به کشور دیگر بروید، تماما بر عهده کمیساری ها و سازمان هستش و دولت آلبانی هیچ گونه مسئولیتی نداره. البته گفته نمونه، همین از کردم نخست‌وزیر سابق و یا لابی های دیگه و یا وکلای سازمان با پول هایی که خرج میکنن تونستن توی این دولت نفوذ میکنن. من یه مثالی براتون بگم آقای سربی، ما 6 ماه پیش در همین اداره رمسا که صحبتش رو کردم با هزینه های کلاس های آنچنانی برای ما گذاشته می شد برای کاریابی و گام به گام ما پیش رفتیم. در پایان سال 2018 به نقطه ای رسیدیم که می خواستن به ما وام بلاعوض بدن، نه تنها فرد، یعنی هر کسی با ارائه یک بیزینس و ارائه طرح و دفاع از طرحش در مقابل اون هیئتی که می اومدن برای اینکه ارزیابی بکنن که شما میتونید مستحق هستید که این وام بگیریم یا نه، تا اون مرحله پیش رفتیم. ولی
یک دفعه بدون هیچ اطلاع قبلی کلاس ها منتفی شد و بعد هم که ما پیگیری کردیم هیچ جواب درستی از اینکه چرا این کلاس ها ادامه پیدا نکرد و وضعیت و سرانجام این وام به کجا رسید هیچ جواب درستی به ما داده نشد. خب این مشخصه که از یک طریقی یک شانتاژی این وسط صورت گرفته. نفع این موضوع برای چیه؟ خب مشخصه که یعنی اصلا ما به این موضوع که آیه سالیمیتشا یا دولت آلمانی با سازمان رابطه حسنه ندارن و توش نفوذ نکرده به این موضوع اصلا کاری نداشته باشیم، فقط به همین موضوع بیندیشیم که این وامی که میخواستن به نفرات جدا شده بدن این یک دفعه قطع شده، سودش رو سازمان میبره. خب قطع شدن این موضوع، اگر این قطع نمیشد به من نوعی که جدا شده در این سازمان بودم الان به یک وامی میدادم، میتونستم من یک بیزینسی بدنم، میتونستم تو این جامعه دست خودم تو جیب خودم برو یک زندگی نرمالی رو برای خودم به وجود بیارم، این چقدر روزنه امید ایجاد میکرد برای نفراتی که الان در داخل اون سازمان هستن. و این خاری بود توی چشم، یعنی نابودی سازمان رو در یکی دو سال آینده در پی داشت. این دلیل خوشحالی مسعود رجبیه. گام به گام هر چقدر که میتونه داره این کمیساری ها و رمسا و خدمات و امکاناتی که برای جدا شده هست محدود میکنه تا به اون نفراتی که داخل هستن بفهمونه که بابا بیرون راهی نداره، باید به مدیر اونجا. و بسیار ممنونم از شما. اگر سخنی دارید با دوستانی که هنوز در سازمان هستن یا نکاتی دارید در رابطه با کمیساریا میتونید بیان کنید، و از دوستان هم میخوام چه الان در موقع برنامه زنده چه روزهای دیگه که این برنامه هر روز پخش میشه تا هفته آینده دوشنبه که باز با دوستان باشیم، میتونن از طریق فیسبوک، از طریق ایمیل، تلفن، تکست تماس بگیرن و سوالات خودشون رو بپرسن یا نظرات خودشون رو مطرح کنن. بارها گفتیم اینجا درست برعکس سازمان مجاهدین که خودشون یک تلویزیون مدار بسته ای رو میان و یه سری دروغ رو سرهم میکنن، اینجا این دوستان زندگیشون رو دارن برای من و شما تعریف میکنن و من و شما هم میتونیم فکر کنیم و نظر بدیم. و من به نوبه خودم ممنونم از این دوستان که وقتی آمدن آزاد شدن نرفتن دنبال کار و زندگی خودشون و بگن که ما این همه سال رو از دست دادیم، بقیه رو باید غنیمت بشمریم و به ما چه که سر دیگران چه خواهد آمد. خیلی ممنون که خاطرات خودتون، تجربیات زندگیتون رو با ما در میون گذاشتید و شیر کردید. بفرمایید اگر صحبتی دارید با دوستان. ضمناً آقای جنسن هم، آقا یه اسم ایرانی هم تو رو خدا تو پرانتز بنویس، اوه جنسن، تا ما بگیم برای دوستان. ایشون میگفت که من چون توی اینترنت معامله میکنم وقتی اسم ایرانی مینویسم مردم فرار میکنن از من و من مجبور شدم این اسم رو بذارم. یادمه که فعالیت میکردن و به دوستان کمک میکردن کلمات چند رو در کشور آلبانی، کشورهای دیگه یاد بگیرن که به اصطلاح اون نیازمندی های اولیه برطرف بشه و این کار بسیار زیبایی بود. نمیدونم که هنوز هم ادامه میده این دوستمون یا نه. در صورت خوشحالم که با ما هستن. دوستان این برنامه رو با دوستانتون شیر کنید، در میون بذارید و ما هم اینجا فرصتی به اصطلاح در اختیار شما گذاشتیم که بتونید بیان صحبت کنید. بارها این شعار رو گفتیم، تلویزیون مردم، از مردم، با مردم و برای مردم هست. شما هم اگر خودتون رو جز مردم میدونید بیاین و از این سکوی ارتباطی استفاده کنید. من ساکت میشم آقای شهباز و شما با دوستان اگر صحبتی دارید بفرمایید. آقای شهبازی، من میخواستم یه خورده در مورد وضعیت تمامی جدا شده ها در آلبانی براتون توضیح بدم و برای احیانا دوستانمون که تو آلبانی نیستن از وضعیت دقیقا از وضعیت ما خبر ندارن. ببینید وقتی که ما رمسا رو داشتیم برای مسائل پزشکی، برای مسائل اداری،
مترجم داشتیم، ما رو ساپورت میکردن همه جوره. از فردا که اول می، پس از اول می این رمسار تعطیل خواهد شد، یعنی همین الان هم شده، اگر یکی از نفرات خودش مریض بشه، اگر زبون انگلیسی بلد نباشه که نمیتونه کجا بره. میدونید که کشور آلبانی یه قسمتی ازش به صورت اداره قسمت پزشکیش مثل قبل زمانیه که کمونیستی بوده و برای رفتن به دکتر شما باید اول به اون محلی که هستین مراجعه بکنید، بعد اونا شما را یه مشخص میکنن که باید کدوم پزشک برید، بعد برید اون پزشک. یعنی منظورم اینه که کسی که اگر زبون اینجا رو بلد نباشه برای ساده ترین مسائلش مشکل خواهد داشت. از این گذشته این وصل شدن رمسو نقطه امیدی بود برای نفراتی که از داخل سازمان، همونطور که خود من اگر پشتیبانی به، یعنی اگر به این موضوع اشراف نداشتم که از اینجا بیرون میرم یه اداره به اسم رمسا هست که من میتونم ازش کمک بگیرم، من به اون صورت نمیتونستم از سازمان خارج بشم. الان نفراتی که در درون اون سازمان هستن دیگه نمیتونن از این سازمان خارج بشن، چون میدونن بیان بیرون دیگر پشتیبانی ندارن. به خاطر همین من از تمامی نفرات که صدای من میشنم، از شما، از دوستان، از همه هموطنان هستیم، نقاشی کنم، نامه بنویسم، از وضعیت ما برای کمیساریای عالی پناهندگان در ژنو، دفتر ژنو، برای دیدبان حقوق، برای این خانمی اسم شارم رفت، خانمی که جایزه صلح نوبل برده، برای ایشون بنویسم و نامه برای اینها بنویسم و بعد همین نامه ها رو انتشار بدن، یعنی به صورت رسمی علنیش بکنن نامه هایی رو که نوشتن برای اینها. اینها میتونه به ما کمک کنه. وقتی در یک اداره 20 تا 30 تا 40 تا نامه همینطور بیاد، بالاخره دو تاشو باز میکنن میخونن. و اینه که این اعتراض ها، اینجوری ما میتونیم صدای خودمون رو برسیم و الا مسئله اصلی ممکنه در ظاهر ما باشیم. آقای سوربی ظاهرن اینه که ما این وسط قربانی میشیم، ولی نه، هدف ما نیست. ما باید به هدف اصلی که این سازمان از این کار دنبال میکنه چیه؟ هدف اصلی این سازمان اینه که افراد ناراضی که الان خبرهاش از اوضاع آشفته ای اونطور، خبرهای بدی از اونجا میرسه، برای اینکه بتونن این اوضاع آشفته رو تحت کنترل در بیارن، اول باید راه بیرون رو بدن. وقتی که تونستن که نفرات رو ناامید بکنن، اون موقع بیشتر میتونن در داخل اون ظلم و اون محدودیت ها و اون چیزهایی که اعمال نظر خودشون هستش رو بتونن اعمال بکنن، یعنی هر چقدر سختگیری ها رو بیشتر بکنن. مثلا نمیدونم براتون گفتم یا نشنیدم، تمام تردداتشون به بیرون قطع کردن، فقط نفرات محدودی که برای خرید و یا کارهای چیزی که دارن مثل دندون پزشکی و پزشکی و اینا میتونن بیان بیرون. نفرات قبلا ماهی یه بار یا دو ماهی یه بار میتونستن یک صبح تا صبح بیان شهر یک گشت و گذار یه چرخی رو بزنن، این هم ازشون دریف شده. واقع زندان واقعی، من واقعا دلم میسوزه. دوستانی دارم اون تو که هر لحظه شماره میکنم که بیام بیرون و امیدوارم که هرچی زودتر ببینم شد. حرف دیگه ندارم. خیلی ممنونم از شما و من در حین صحبت های شما این شماره تلفن ها و ایمیل آدرس و اینها رو که آقای کرمی لطف کرده بودن فرستاده بودن نشون دادم، باز هم نشون میدم. البته ببخشن دوستان که یکم جا به جاست، مثلا ایرانی سمت چپ شده، انگلیسیش سمت راست شده. اینم دلیل این که شما وقتی که توی یک برنامه فارسی و انگلیسی می‌نویسین، مگر اینکه به صورت عکس باشه و الا خودش جابجا میکنه. تمام این آدرس‌ها رو میتونن، بیشتر ایمیل آدرس هست، میتونن داشته باشن. و شما خیلی درست گفتید که وقتی تعداد نامه‌ها زیاد بشه، حتی من از شماها خواهش میکنم که یک نامه‌ای رو به صورت پتیشن یا تومار بنویسید، مثلا یه شخص مثل آقای حیرانی یا دیگران، به زبان‌های مختلف، که
پخش کردن اون و امضا کردنش و ارسالش خیلی ساده تر باشه. یعنی با یک کلیک این کار انجام میشه، به جای اینکه طرف حالا بیاد این آدرس رو بنویسه. معمولا تو آدرس نوشتن ها اشتباه میشه، ام با ان و الی آخر دیگه. اون کار رو راحت تر کنیم تا تعداد دوستانی که تماس میگیرن، یادم هفته پیش آقای مصبا از آفریقا تماس گرفته بود که خود ایشون هم در کارهای دولتی تجربه داره و به اصطلاح اینجا میگن you never know، شما هیچ وقت نمیدونید که ممکنه یه نامه کوچک، یه جمله کوچک اصلا شرایط دیگران رو عوض کنه. بازم از شما ممنونم، بازم اگه صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه که من از دوستان خواهش میکنم لینک کانون آوا رو روی فیسبوک بذارن، avaassociation.com، و اونجا ویدیوهای شما، ویدیوهای دیگر دوستانی که در 5-6 سال گذشته با هم مصاحبه داشتیم موجود هست، این دوستان ببینن و خودشون قضاوت کنن. اینجا ما هدفمون قضاوت کردن و تنها به قاضی رفتن نیست، اینجا فقط ما گزارش میکنیم، شما دوستان قضاوت میکنید. بازم ممنونم از شما، بفرمایید با شما هستیم. خواهش میکنم. من فقط میخواستم یه نکته دیگه ای رو اشاره کنم آقای سوربی، اونم که در مورد این بسته شدن قسمت یا بخشی از کمیساری ها، اولا که این کمیساری ها برای ما افراد ایرانی یعنی بسته شد، و اون هم افراد ایرانی که از سازمان جدا شدن، یعنی قسمت هایی هستن که نفرات عراقی هستن، نفرات سوریهی هستن، یا ایرانی های دیگه ای هستن که جزء سازمان نیستن، همچنان حتی زودتر از ما تونستن به آیدی کارت برسن، به داکومنت برسن، یعنی ریل قانونیشون رو خیلی ساده تر از افرادی که از سازمان جدا شدن تونستن طی کنن. با اینکه ما 5 سال پیش در لیبرتی تک به تک توسط کمیساری یا مصاحبه شدیم، یعنی این کار رو با ما کردن، گرچه به صورت گروهی ما متحد شدیم، ولی ما تک به تک در لیبرتی با کمیساری ها مصاحبه کردیم. چگونه است که فردی که 1 سال از یک کشور مثل لهستان به ایرانی وارد کشور آلبانی میشه و در عرض 9 ماه تا 1 سال میتونه مجوز بگیره که اینجا بتونه کار بکنه، بعد بهش خونه بدن از طرف کمیساری ها. اما ماهایی که 5 سال مصاحبه شدیم، ولی چون جزء این سازمان بودیم هیچ وضعیت مشخصی نداریم، نه وضعیت این که در اینجا خواهیم موند و به ما یک بلگه میدن که به عنوان پناهنده در این کشور به رسمیت شناخته بشیم، هنوز هیچ جوابی به ما نشده. از اون طرف با کمیساری عالی پناهندگان میگم فردا شما تعطیل باشید، اگر من مشکلی برام پیش بیاد، اگر تو خیابون یه مسئله برام پیش بیاد زبون نمیفهمم، من به شما زنگ بزنم، شما چه جوابی به من میدید؟ چه کار باید بکنم؟ حالا جوابی که به من دادن، گفتن که ما در وقت اداری دیگه مجاز نیستیم با شما رابطه بزنیم. یعنی جوابی که به شخصا به خود من دادن، گفتن که ما تو وقت اداری نمیتونیم با شما رابطه داشته باشیم، ولی از لحاظ انسانی اگر تو خود مشکلی داشته باشی، برات مسئله اتفاقی افتاده باشه، لحاظ انسانی من هر کمکی که دستم بردیاد برات انجام میدم. خب این از لحاظ انسانی، خود کمیساری ها هم از لحاظ انسان دوستانه قرار بود این همه کمک ها رو برای ما انجام بده. چگونه شده که سازمان تونسته به صورت رسمی اینو قطع بکنه؟ دیگه به ما کمکی نمیمونن، ولی نفرات چون میدونن که ما حق به جانب هستیم و گفته ما درسته و حق ما این وسط ضایع شده، حاضرن که به صورت فردی مثلا جبران بکنن این ضایعه که دولت خودشون رو به واسطه سازمان محدودیت هایی که برای ما ایجاد کرده. اون بند خدا هم اینا رو میگن، چون به اصطلاح کسانی که تو این سازمان ها کار میکنن، خب اول آدم های خوب و با احساسی هستن که میان داخل چنین سازمان هایی میشن، یعنی اونا هم به یه نقطه رسیدن که نمیدونن چی بگن. میگه تو وقت اداری چون استخدام اونا هستم نمیتونم با شما صحبت کنم، ولی بعد از وقت اداری به قول شما مثل دوتا دوست، مثل یک انسان حاضرم به شما کمک کنم تا اونجایی که میتونم. بازم همینم جای تشکر داره و امیدوارم که به زودی این مشکل برطرف بشه و
اینجا که سازمان مجاهدین، این آقای پامپئو وزیر امور خارجه گفت ما با اینا کار نمی کنیم، دیروز هم اون آقای جان بولتون گفت ما کار نمی کنیم، ولی هر دو دروغ میگن. جان بولتونی که 50,000 دلار گرفته بود که بیاد توی اون مراسم و بگه ما قبل از 40 سالگی جمهوری اسلامی در تهران جشن میگیریم با خانم رجوی، دیروز اینجا با کمال پررویی دروغ میگفت. و آقای ظریف هم مصاحبه انجام داده، من دیدنش رو، دیدن این مصاحبه رو به دوستان پیشنهاد میکنم ببینید. میگه که درسته که ترامپ میگه ما فقط به فکر آمریکا هستیم و آمریکا اول، ولی اگه دنیا خراب باشه، شما تو دنیای خراب اگه اولم باشی فایده نداره. من فکر کنم به زودی، بله فکر کنم به زودی ایران و آمریکا باز صحبت میکنن و این وسط باز کلاه مجاهدین، به اصطلاح سر مجاهدین بی کلاه خواهد ماند، یا اینکه باور داشته باشیم یک کشور عربی دیگه پیدا میشه که بیاد کلاه سر اینا بذاره، چون اینها نشون دادن که خیلی آسون کلاه سرشون میره. من از شما ممنونم یک بار دیگه به عنوان یه نفر که حاضر شدید بیان با همه مشکلات. شما الان میتونستید یه حقوقی از اونها داشته باشید، راحت زندگی کنید، ولی حاضر شدید بیان خاطرات خودتون، خاطرات زندگی، این قصه و قصه های زندگیتون رو با ما در میون بذارید. من به نوبه خودم به عنوان یه ایرانی از شما تشکر میکنم. ممنون و متشکرم. اگر باز صحبتی هست بفرمایید، اگه نه از شما خداحافظی میکنیم و به دوستان دیگه پیشنهاد میکنیم با کانون آوا تماس بگیرن یا با شما ها تماس بگیرن، با آقای عبدی، با آقای کرمی، با آقای رزاقی و دیگر دوستان، با آقای حیرانی، با آقای بیدی، تا به اصطلاح ترتیب این مصاحبه ها داده بشه و اونها هم بتونن مهمان برنامه باشن. بفرمایید آقای شهباز. نه منم عرضی ندارم، خیلی ممنون از شما و خسته نباشید. خب بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. دوستان عزیز، با آقای حسن شهباز بودیم از آلبانی و برنامه های تلویزیون مردم رو پی میگیریم. من لینک کانون آوا خیلی ساده است، آوا خط فاصله association.com رو روی صفحه فیسبوک قرار میدم تا بتونید این صفحه رو ببینید، خبرها رو بخونید و با اونها در تماس باشید. آقا خیلی ممنون و به امید دیدار. خواهش میکنم، منم از وقتی که برای من اعتراض دادین خیلی متشکرم و به امید دیدار. خدا حافظ. مرسی. خب دوستان عزیز، بذارید من فیس صفحه کانون آوا رو به شما نشون بدم و بعد از اون هم آدرس این صفحه رو روی فیسبوک براتون بذارم. اینجاست و این هم آدرسش. کپی کنم دستمال دوستان یه مقداری کمکاری میکنن یا همکاری نمیکنن، وقتی میگیم انگار که هیچ کس نیست و ما یاد امام حسین میفتیم که گفت هل من نصر نصرا، آیا کسی هست مرا یاری دهد. هستن، ولی این کانون آوا آدرسشو گذاشتم اینجا و میتونید خبرها رو اونجا ببینید، ویدیوها رو ببینید. من اینجا از شما خداحافظی میکنم، به امید دیدارتون در برنامه های آینده. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و شما هم میتونید حتی از بذارید من اینو بستم متاسفانه به اشتباه، چی باشه اینجا باشه، و شما هم میتونید برنامه هایی رو که از رادیو تلویزیون های دیگه پخش میشه و دوست دارید از این تلویزیون پخش کنید تا دیگران هم ببینن. هم تبلیغی برای اونها میشه، هم چیزایی که با نظر شما موافق هست شما پخش میکنید، نشر میدید، توسعه میدید، هر چیزی که اسمشو بذارید. روز روزگار بر شما خوش. مرسی که با ما بودید.